اندیشکده هاتسون روز سه‌شنبه میزبان یک نشست کارشناسی تحت عنوان اعتراضات در ایران، تبعات منطقه‌ای و فرصت برای دولت پرزیدنت ترامپ بود. کارشناس این اندیشکده و تنی چند از دیگر تحلیلگران از ابعاد مختلف دیدگاه‌های خود درباره موضوع نشست مطرح کردند. فرهاد پولادی گزارش میده. مارک پریجن، تحلیلگر ارشد خاورمیانه و کارشناس نظامی در مؤسسه هاتسون، در این نشست به اهمیت و ضرورت اعمال فشار از سوی دولت پرزیدنت دونالد ترامپ بر دولت بغداد برای کاستن از نقش سپاه پاسداران در عراق اشاره کرد. دولت آمریکا وقتی با دولت عراق صحبت می‌کند، باید بتواند به دولت آقای عبادی بگوید که آقای نخست وزیر، آیا واقعا می‌خواهی همسویی خود را با حکومتی که نمی‌تواند از عهده خدمت به مردم خود برآید و پول بیشتری برای بی‌ثبات کردن عراق تا رفاه مردم خود هزینه می‌کند ادامه دهی؟ اما متأسفانه باید بگویم که پاسخ او بلی خواهد بود، زیرا که توانسته این کار را تاکنون انجام دهد، زیرا که تاکنون توانسته این واقعیت را هم از دولت پرزیدنت اوباما و هم از دولت پرزیدنت ترامپ کتمان کند. آقای پریجن معتقد است دولت آمریکا باید با تحریم هرچه بیشتر شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران توان این نهاد نظامی ایران را در خارج از ایران محدود و روشان را متوقف کند. عمری سرن، مدیر بخش راهبردی و رسانه‌های مؤسسه پروژه اسرائیل، گفت که ایران پول دریافتی از برداشت شدن تحریم‌ها را برای بهبود وضعیت مردمش هزینه نمی‌کند. With the protesters, this administration believes that the more information the protesters have about regime corruption. در حمایت از اعتراضات مردمی، دولت پرزیدنت ترامپ معتقد است هرچه اطلاعات بیشتری در مورد فساد مقامات ایران در اختیار مردم قرار گیرد، نارضایتی عمومی بیشتر خواهد بود. این رویکرد را بارها و از روش‌های مختلف اعلام کرده است. بنابراین دولت آمریکا تلاش بیشتری برای رساندن پیام خود به ایران از طریق اینترنت به خرج داده و از شرکت‌های ارتباطی آمریکایی و خارجی خواسته که کانال‌های ارتباطی با ایران را باز نگه دارند. به گفته این کارشناس، سیاست دولت پرزیدنت ترامپ در برملا کردن فساد مقامات تهران ادامه خواهد یافت، زیرا که به تعبیر او به نارضایتی عمومی مردم از وضعیتشان که منجر به اعتراضات خیابانی می‌شود کمک می‌کند. چارلز لستر، کارشناس ارشد و مدیر مقابله با تروریسم و افراط‌گرایی اندیشکده خاورمیانه، در این نشست گفت که دولت پرزیدنت ترامپ باید فراتر از اعمال تحریم ایران و به ویژه سپاه پاسداران و زیر مجموعه آن اقدام کند، زیرا که این اقدامات در کوتاه و میان مدت جوابگو نیست. وقتی آمریکا میزبان مذاکرات آتش بس و دیگر موارد برای سوریه است و یا در چنین مذاکراتی شرکت می کند، عملا حزب الله لبنان را به عنوان شریک برقراری آتش بس و یا در برخی اوقات به عنوان ضامن برقراری آتش بس پذیرفته است. آمریکا با این کار حتی به نقش ایران به عنوان ضامن برقراری آتش بس اذعان کرده است. بنابراین اگر دولت ترامپ به طور جدی خواهان کاستن از نفوذ ایران در سوریه است، پیشنهادم این است که به حزب الله به عنوان یک شریک مشروع و یا ضامن برقراری آتش بس اذعان نکند. در این نشست براین کاتلیس، کارشناس ارشد اندیشکده مرکز ترقی آمریکا، گفت که حمایت علنی دولت پرزیدنت ترامپ از اعتراضات مردمی کار بسیار درستی است. به نظرم اعتراضات مردمی در ایران ناشی از کشمکش نسل هاست و نسل جدید پیروز بیرون خواهد آمد. رژیم فاسد و مقاوم در مقابل تغییر که همه کارشناسان درباره آن صحبت می کنند، نمی تواند پایدار بماند. نسل جدید حکومت را از آن خود خواهد کرد. پرزیدنت ترامپ از همان آغاز اعتراضات مردمی حمایت علنی به همه جانبه دولتش را از حق مردم برای اعتراض اعلام کرد. هفته پیش وزارت خزانه‌داری آمریکا 14 فرد و نهاد را در فهرست تحریم قرار داد، از جمله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، به دلیل نقض حقوق بشر و مقام‌هایی که با برنامه موشکی ایران ارتباط دارند. فرهاد پولادی، صدا آمریکا.